امروز تاپیک و یا موضوعی که من میخوام صحبت کنم راجع به استرون Management در پروژه های Development هست پروژه های عمرانی هست و همینطور که آقای منس حمیدی فرمودن اسلاید های من به زبان انگلیسی تهیه شده ولی پریزنتیشن به زبان فارسی هست توی این بحث ما میخوایم صحبت بکنیم که وقتی که یک مجتمعی حالا به خصوص رزیدنشیال ساب دیویژن مجتمع خانه سازی به مرحله اجرا میرسه و چند ده تا یا چند ست تا خونه ساخته میشه خب این خونه ها طبیعتا راه احتیاج دارن برای دسترسی آب آشامیدنی نیاز دارن سیستم فاضلاب نیاز دارن و اینکه باید تکلیف آب باران مشخص بشه که ما با این آب بارون چه باید بکنیم موضوعی که من امروز میخوام بحث بکنم راجع به در واقع کانسپت ب... 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 این قضیه و نحوه اپروچ ما به این هستش که با همچین پروژه با استرون وادر منیجمنت چیکار باید بکنیم و بحث من روی اون ابعادی که مثلا در اخبار میشنویم در یه شهر یه دفعه سیلاب میاد و نصف شهر تخریب میشه روی اون اصلا نیست هرچند که اگر که لازم دونستین در قسمت پرسش و پاسخ میتونیم راجع به هم صحبت کنیم ولی من در مورد یه development پروژه که سیستم سورم چه باید بشه امروز میخوام خدمت رو صحبت بکنم نکاتی رو که امروز میخوام بگم در واقع اجندای پریزنتیشن هم اینه که اول بگیم که رینفال جرنی چجوریه وقتی که بارون میاد و به سطح زمین میرسه چه اتفاقی براش میفته و کجاها میره بعد وقتی که ما میخوایم میزان جریان آب سطحی ناشی از بارون رو محاسبه بکنیم چه پارامترهایی درش دخیل هستند و بعد منظور از پری دیولوپمنت فلو و پست دیولوپمنت فلو چیه قبل از دیولوپمنت روی زمین یا یه لند و بعدش چه هایی در مورد میزان جریان آب به وجود میاد بعد کانسپت استون وادر منیجمنت که اصلا منظورمون چی هستش مطرح میکنم و مبانی استون وادر تا اینجا در واقع خواهیم فهمید که بحث استرونوالر منجمنت از کجا میاد و به کجا میخواد بره بعد متود ها یا روش هایی که انجام میدیم که این منجمنت به عمل در بیاد و به نتیجه برسه خدمتون مطرح میکنم و نهایتا هم در انتها اولویت ها و نکاتی که باید در نظر گرفته بشه ملاحظاتی که وجود داره که کدوم متد برای کدوم پروژه بهتر هست اون رو به طور خیلی خلاصه خدمتون میگم و اینکه همه حرفایی که میزنم راجع به استرم وادر کوانتیتی کنترل هست راجع به کنترل مقدار جریان آب ولی علاوه بر اون کیفیت آب باران هم کوالیتیش هم یه بحثایی داره که به اون هم فقط اشاره میکنم و بعدم به نتیجه گیری خواهیم رسید این استراکچر پرزنتیشن امروز بنده از خدمت شما خب با رینفال جرنی شروع بکنیم در نظر بگیریم که ما یه لندی داریم یه زمینی داریم که در واقع existing ground، یعنی روشی چی ساخته نشده و فقط خاک هست و پوشش گیاهی و این چیزا و باران هم حالا داره از بالا سرش روش میباره این آب بارون روی این لند به کجاها میره و به چه شکل عمل میکنه همینطوری که میدونیم بخشی از آب بارون وارد زمین میشه به داخل زمین نفوذ میکنه البته من وارد جزئیات و بحث‌های خیلی ریزش نمیشم که اول یه جذب اولیه داریم تا خاک کاملا خیس بشه و آب رو جذب کنه بعد از اون خاک اجازه میده که آب به اعماق نفوذ بکنه این آبی که به داخل زمین نفوذ میکنه بهش میگیم اینفیلتریشن و اگر بارندگی ادامه پیدا بکنه و این نفوذ ادامه پیدا بکنه این اینفیلتریشن به اعماق پایین دست میره و نهایتا میتونه به منابع آب زیرزمینی بپیونده که در این صورت بهش میگیم دیپ پرکولیشن ولی ما در بحث استور وادر فقط با اون قسمت بالایی کار داریم به عنوان اینفیلتریشن خب بخشی از آب به این ترتیب وارد زمین میشه بخش دیگه چی میشه روی سطح زمین جاری میشه اونی که روی سطح زمین جاری میشه بهش میگیم اوورلند فلو یا ران آف یا در زبان فارسی میگیم رواناب یا جریان آب سطحی عمده آب بارون به صورت اینفیلتریشن و راناف در واقع در میاد اما یک مقدار کمی از آب باران هم نهایتا دوباره به سمت بالا برمیگرده در اثر تبخیر از سطح خاک و از سطح برگ گیاهان در اثر تحریق گیاهان به صورت ایوپوریشن و ترانسپیریشن که ترکیب اینها رو بهش میگن ایواپو ترانسپیریشن به سمت بالا دوباره برمیگرده این مقدار چون خیلی ناچیز هستش در پروژه ها چندان مورد محاسبه قرار نمیگیره و تمرکز و توجه روی مقدار آب و بارون به صورت اینفیلتریشن و به صورت راناف یا اوورلند فلو هستش بنابراین جرنی یا سفر آب و باران شامل اینفیلتریشن و دیپریکولیشن راجبه اورلند فلو و راجبه اواپوترانسپیریشنه خب چه پارامترهایی دخیل هستن برای محاسبه اون راناف همینطور که در این تصویر میبینین باران شدیدی داره میباره سطح زمین هم یه بخشش ببخشین اگه صحبتی هست در خدمتونه بله به سطح زمین هم یه بخشش پوشش گیاهی داره یه بخشش هم پوشش گیاهی در واقع نداره خب پارامترا چیه؟ اولیش رو میگیم رینفال انتنسیتی یا در واقع شدت باران، شدت بارندگی. خب این ده خیلی با قول خارجی ها کامان هستش که هرچی بارون شدیدتر مقدار آبی که از آسمان میباره طبیعتا بیشتر. یا به عبارتی مقدار آب در واحد زمان هرچی که بیشتر باشه شدت باران یا رینفال انتنسیتی بالاتر هستش. این یکی از پارامترهایی که در محاسبات ما تاثیر میذاره برای محاسبه میزان روانا پارامتر دیگه کشمنت یا وادرشد ایریا هستش اون زمینی که اون منطقه‌ای که این آب باران رو دریافت میکنه و کالکت میکنه و از یه نقطه خروجی خارج میکنه کشمنت ایریا یا وادرشد هستش هرچی که بزرگتر باشه طبیعتا آب بیشتری رو در بر میگیره بنابراین هرچی که ریا کمنت ریا یا وادرشت بزرگتر باشه مقدار رواناب از نقطه خروجیش طبیعتاً بیشتر خواهد بود این هم خدمتون بگم که در مورد رینفال اینتنسیتی از واحد میلیمتر در ساعت استفاده میشه و در مورد کچفنت هم از واحد هکتار استفاده میشه پارامتر بعدی متوسط رواناب ذریب ما بارانی که میاد یه درصدی چه مقدارش در خاک نفوذ میکنه و بقیهش یا درصد دیگهش در سطح زمین جاری میشه اون درصده رو بهش میگیم ران اف کوفیشنت به عنوان مثال فرض بفرمایید اگه 100 واحد بارون میاد 70 واحدش رو سطح زمین را میفته ران اف کوفیشنت میشه 70 روی 100 یا 70 درصد یا خب بیشترین توجه رو این هستش که این اوریج ران coefficient کوفیشنت از کجا میاد ران coefficient ممکنه که به شکل‌های مختلفی تاثیر بذاره بعضی از قسمت‌های زمین پرمیبل یا نفوذپذیر بعضی قسمت‌ها نفوذپذیر نیست یا ایمپرمیبل بنابراین میزان رواناب به سطحیش فرق میکنه و ما باید یه اوریج وزنی از اینها بگیریم مواردی که روی ضریب رواناب تاثیر داره خیلی چیزا میتونه باشه مثلا کاوریج uh, ویژیتیشن روی لند پوشش گیاهی بیشتر باشه ضریب روان کمتره و بالعکس شیب زمین بیشتر باشه آب سریعتر به جریان میفته رواناب بیشتر بیشتره و بالعکس نوع خاک طبیعتا میدونیم که هر، هرچی خاک شنیتر باشه و سبکتر باشه امکان نفوذ آب به داخل زمین راحتتره و بیشتره در نتیجه رواناب کمتر میشه و بالعکس هرچی خاک رس بیشتری داشته باشه نفوذ سختره در نتیجه رواناب بیشتره سطح پشت های ساختمان ها سطح درایوی ها و خیابان ها و رود هایی که در ساب وجود داره و بقیه پارامترهایی که نهایتا منجر به سطوح غیرقابل قابل نفوذ میشن همه اینا تاثیر دارن که ذریب رواناب سطحی ما رو تعیین بکنن که اینا هر کدوم محاسبات خودش داره که در پروژه ها میتونه اعمال بشه این پارامترهایی هستن که در محاسبه راناف مطرح هستن خب حالا ببینیم که پری دیولوپمنت فلو و پوست دیولوپمنت فلو چیه دوباره به این لند نگاه میکنیم دیولوپ نشده فقط خاک و پوشش گیاهی داره و باران داره میباره و همونطوری که گفتیم یک بخشی از آب به صورت اینفیلتریشن به داخل زمین میره یه بخشی از آب هم به صورت رواناب سطحی یا راناف جریان پیدا میکنه در حالتی که لندی هنوز دیولوبمنت نشده در اکثریت موارد به خاطر شرایط طبیعت خاک پوشش گیاهی و شیب و بقیه مسائلی که در اسلاید قبلی خدمتون گفتم معمولاً میزان اینفیلتریشن بالای 50 درصد و میزان راناف زیر 50 درصد یعنی دوباره فرض بفرمایید اگه 100 واحد بارون میاد مثلا 70 واحدش وارد زمین میشه 30 واحدش به صورت جریان سطحی ادامه پیدا میکنه اون 30 واحد رو بهش میگیم پری دیولپمنت فلو یعنی میزان فلوی هستش که قبل از دیولپمنت تو این لند داره جریان پیدا میکنه خب این آب پری دیولوپمنت فلو کجا داره میره ما بایستی که تکلیفش رو روشن بکنیم حالا فرض بفرمایید که همون لند دیولوب شده توش ساختمان های متعددی ساخته شده خیابان ساخته شده درایوه غیره غیره بنابراین سطوح قابل توجهی به صورت غیر قابل نفوذ در این لند ایجاد شدن در حالی که قبلا نبوده در چنین حالتی وقتی که همون باران قبلی به روی این لند اینفیلتریشن مقدارش خیلی کمتر میشه چون نفوذ از سطح روف و سطح درایوی و آسفالت خیابون و غیره تقریبا صفره و وقتی که اینفیلتریشن کمتر بشه باقی مانده آب باران به صورت رواناب سطحی در میاد که ما به اون میگیم پست دیولوبمنت فلو و من سعی کردم اینجا به صورت ایمیج یا اسکچ به شما نشون بدم که پست دیولوبمنت فلو معمولا مقدارش به مراتب بیشتر از pre-development فلو هستش. خب نتیجه که از این اسلاید میگیریم اینه که در حالت undeveloped land more infilt infiltration داریم و less runoff و برعکس در حالتی که لند develop شده less infilt infiltration داریم و more runoff. این چیزیه که ما به عنوان pre- and پست development فلو در نظر میگیریم. حالا ببینیم بر اساس این چیزهایی که خدمتون گفتم کانسپت ستورم وادر چیه؟ منظور چیه؟ دوباره برمیگردیم به اون حالتی که لند دیولوپ نشده. ارز کردم که مقدار زیادی از آب به صورت اینفیلتریشن وارد زمین میشه که میتونیم بگیم چقدر خوب خودش کنترل شده وارد زمین میشه ما در واقع کاری باش نداریم و اون مقداری که جریان سطحیه به عنوان پری دیولوپمنت فلو داره جریان پیدا میکنه. خب این پری دیولوپمنت فلو طبیعتا بر اساس شیب راه میفته میره پایین دست حتی مثلا از یه تاون از یه شهر دیگه هم عبور میکنه و میره پایین دست این شرایط شرایط در واقع استیبلی هستن شرایط پایداری هستن 20 سال گذشته 50 سال گذشته 100 سال گذشته این لند اینجا بوده بارون هم روش میومده یه مقدار معینی هم راناف راه میافتاده میرفته پایین دست اهالی اون شهر پایین دست هم با این مقدار آب باران کنار اومده بودند یه نهری جوی رودخانه یه چیزی از شهرشون رد می شده طبیعتا ساختمون متناسب با اون ساختن فاصله ها رو را رعایت کردن پلی روش زدن یا هر کاری کردن این یه شرایط پایداریه که قبل از دیولپمنت همیشه اونجا بوده حالا همون لند دیولپ شده خب عرض کردم که وقتی که دیولپ شد این مقدارش خیلی کمتر میشه و راناف به صورت پست فلو خیلی بیشتر میشه خب الان این راناف در واقع همون راناف قبلی فقط مقدارش بیشتر شده کجا میره؟ طبیعتا همون مسیر قبلی رو میخواد طی کنه و بیاد از همون تان عبور کنه بره پایین دست خب الان در این تصویر ما میتونیم ببینیم که وقتی که راناف به مراتب بیشتری داره میره پایین دست به عنوان مثال توی اون شهر پایین دست ممکنه که تخریب ایجاد بکنه به پراپرتی ها دمیج بزنه مسائل هلت و لایف افراد و نمیدونم اروژن و خیلی مشکلات دیگه به وجود بیاره بنابراین سوال این هستش که خب ما پس میتونیم واقعا این آب بارون پست دیولپمنت فلور رو همینجوری رها کنیم بره پایین دست یا نه این آقایی که این زمین رو دیولپ کرده چند صد تا ساختمون ساخته میخواد بفروشه سود ببره پول بره تو جیبش آیا اجازه داره وادر اکسرای رو که روی سطح زمین ایجاد کرده رها کنه پایین دست و در واقع مشکل برای دیگران ایجاد بکنه سوال اینه واقعا این اجازه داره این کارو بکنه یا نه طبیعتا جوابش اینه که خیر نه نظر قانونی اجازه داره شهرداری بهش همچین پرمیتی و همچین اجازه ای نمیده نه نظر اخلاقی درسته نه پروفشناله و در از هیچ دیدگاهی این قضیه قابل قبول نیست که راناف پوسته و لوپمنت فلو رو ما بدون هیچ کنترلی رها کنیم پایین دست و هر مشکلی هم پایین دست به وجود میاد ما براش اهمیتی قائل نشیم خب سوال اینه که اگر که این مجاز نیست و نباید این کارو بکنیم پس راه حل چیه این کانسپت استرم وادر منیجمنت اون راه حل هستش که ما چیکار باید بکنیم که پست دیولوپمنت فلو رو بتونیم کنترل بکنیم که برای پایین دست مشکلی ایجاد نکنه این در واقع عرض کردم کانسپت uh, بحثی که امروز داریم خب بر اساس این کانسپت چه مبانی رو باید در نظر بگیریم پرینسیپال های استرون وادر منیجمنت چی هستن دوباره این تصویر رو میبینیم این لند دیولوپ شده مقدار اینفیلتریشن کمه مقدار پست فلو زیاد هستش اولین کاری که ما میتونیم بکنیم به عنوان یکی از مبانی استرم وادر منیجمنت این هستش که این رو تا میتونیم زیاد بکنیم یعنی تا میتونیم شرایط پست دیولپمنت رو نزدیک کنیم به شرایط پری دیولپمنت هر چی بیشتر بشه طبیعتا آبی که روی سطح زمین جریان پیدا خواهد کرد کمتر خواهد بود و اون آب کمتر با هزینه کمتر و شرایط مناسبتری قابل کنترل خواهد بود بنابراین یکی از مبانی کار افزایش میزان اینفیلتریشن هست و این در واقع اولویت یکه خب ما اینفیلتریشن رو اضافه کردیم اون راناف یا پست دیولوپمنت فلومو یه مقداری کمتر شد ولی این مقدار کمتر هنوز اونقدر نیستش که ما اجازه بدیم رها بشه بره پایین دست چه کار باید بکنیم؟ روی اون رواناب باقی مونده که میخواد بره پایین دست باید یه فسیلیتی های ایجاد بکنیم که این آب رو اون تو ذخیره بکنیم و وقتی که ذخیره کردیم در خروجی اون فسیلیتی فرض بفرمایید استرن وادر منیجمنت پاند رو هممون توی جاهای مختلف تو شهر که میریم احتمالا دیدیم خروجی آب از اون باید کنترل شده باشه و آب به اندازه همون پری دیولپمنت فلو همون مقداری که در 50 سال گذشته میرفته رها بشه پایین دست که برای تاون پایین دست یا عراضی پایین دست مشکلی به وجود نیاره حتی اگر در مواردی اون آب پری دیولوپن فلو احیانا مشکلاتی برای پایین دست به وجود می آورده، ما از این فرصت استفاده بکنیم و این استورش فسیلیتی منو طوری تنظیم بکنیم که میزان آب خروجی حتی از پری دیولوپن فلو هم کمتر باشه که برای پایین دست هم یه سلوشنی به وجود اومده باشه بنابراین این دوتا بلاک سبزرنگ که شما ملاحظه میفرمایید میشن مبانی یا پرینسیپل های استرون یکی اینکه اینفیلتریشن رو زیاد بکنیم یکی هم اینکه استورج فسیلیتی داشته باشیم که جریان رها شده به پایین مساوی یا حتی کمتر از پری دیولوپمنت فلو باشه این مبانی کار برای استرون واتر منیجمنت هست خب حالا ببینیم برای افزایش این برای سرویش فسیلیتی ها چه متود هایی وجود داره از اینجا در واقع داریم وارد بحث دیزاین و اجرا میشیم که چه متدی رو انتخاب بکنیم بعد اون دیزاین بکنیم بعد اجرا بکنیم یه بخشی از کار اسمش از Low Impact Development Method یا LID Methods این LID Methods خیلی به, به صلاح تاپیک داغ بازار کار و خیلی ها وقتی بحث استروم وادر منیجمنت پیش میاد حتما بحث الایدی رو هم مطرح میکنن الایدی متد متد هایی هستن که میزان اینفیلتریشن رو مکسیمایز میکنن تا میتونیم آب رو حتی موقع که دیولوبمن انجام شده ساختمان ها و درایویا ها و راه ها و غیره ساخته شده سطوح ایمپرمیبل زیاد شده ولی هم تا میتونیم اینفیلتریشن زیاد بکنیم چطوری؟ چند تا اگزمپل ایلایدی متود رو تو اسلاید بعدی خدمتون ارائه خواهم داد. راهحل دوم همونطوری که گفتیم استوریج فاسیلیتیز هست که اینا میان میزان آبی رو که رها ره میشه پایین دست کنترل میکنن و محدودش میکنن به میزان پری دیولوپمنت فلو. این دوتا میشن در واقع سرفست متود هایی که ما در استرون وادر استفاده میکنیم. خب، الایدی متد که گفتیم برای مکسیمایز کردن اینفلویتریشن هستش من لیست اون مواردی که عمدتا تو پروژه ها استفاده میشه اینجا خدمتتون آوردم و تصمیم دارم به صورت خلاصه در مورد اینها توضیح بدم که وقتتون رو هم بیش از حد نگیرم به هر حال اولش این هستش که ما آب رو تا میتونیم رها بکنیم به جاهایی که پوشش گیاهی داره به جای اینکه بفرستیم مثلا رو سطح که آسفالت هست یا اینکه وارد یه لوله بکنیم و این همین جوری بدون اینکه پذیری داشته باشه بفرستیم به پایین دست که میتونه استرم پایپ شهرداری باشه روش دیگه رین هست بایو سویل و, و سوک اوی اینفیلتریشن انفیلتریشن چیمبرز پرمیبل پیومنت و رین وادر هاروستینگ. اینا مهمترین موارد هست که من خدمتون مطرح میکنم در مورد اولی که آب رو رها بکنیم روی پوشش گیاهی این تصویر رو ملاحظه بفهمین دانسپات داره از یه روفی آب بارون رو میاره پایین خب این آب بارون الان هدایت شده روی این چمن در حالی که میتونه هدایت بشه رو سطح درایوی که این کنارش هستش اگه رو سطح درایوی میرفت تقریبا بدون هیچ گونه نفوذ پذیری تمام این آب میرفت تا کنار کرب خیابون اونجا هم جریان پیدا میکرد به داخل اولین کچ بیسین از اونجا میرفت توی شهرداری و میرفت به رودخانه و دریا و هر جایی که باید تخلیه بشه تخلیه میشد اما وقتی که این آب وارد این پوشش گیاهی یا در واقع این چمن داره اینجا میشه آب بایستی که این مسیر تا کنار کرب خیابون رو روی چمن طی بکنه و روی چمن فرصت خیلی خوبی داره برای نفوذ کردن به داخل زمین شما من خواهش میکنم این بار که باران میاد در یه روز بارانی ملاحظه بفرمایید اگر یه همچین آتلتی دارین که آب بارون پشت رو وارد چمن میکنه ببینین که آب توی چمن اصلا دیسپیر میشه و ناپدید میشه تقریبا آب اصلا به لبه خیابون نمیرسه نفوذ پذیری انقدر تاثیر داره در تصویر دیگه که ملاحظه میفرمایین آب داره در یه جویچه یا سوئیل جریان پیدا میکنه ما میتونستیم خیلی راحت کف این جویچه یه لوله بخوابونیم روش به فیل بکنیم و یه سطح مسطحی اینجا به وجود بیاریم و اون آب هم از داخل لوله میرفت تا در واقع استرومبادر شهر داری ولی الان داره روی این جوی میره روی سطح زمین میره پوشش گیاهی هست و چنس بسیار بالایی برای این وجود داره بنابراین این یکی از اولین راهل ها و سادترین راهل است که هر پراپرتی اونری و هر دیولوپری میتونه در نظر بگیره راه حل دوم در الایدی متوس اسمش رین هست. خب منظور از رین گاردن چیه طبیعتاً از رو کلمات میتونیم بفهمیم که گاردن یا باقی که با آب باران آبیاری بشه اما چطور فرض بفهمیم که ما واقعاً میخوایم اینو دیزاین بکنیم و به اجرا در بیاریم چیکار باید بکنیم این تاثیر رو در نظر بگیرین ببینین این الان بکیارد یه خونه هست سطح بکیارد چمنه اما در قسمت میانی گلوگیاهی میبینین وزیر گلوگی که پروفایل به صلاح این خاک رو نشون میده میبینیم که زخامت خاک که اون ریشه ها درش توسعه پیدا کردن به مراتب بیشتر از زخامت خاک در اون قسمت هایی که فقط چمن هست بعد باران داره میباره آب پشت هم هدایت شده به اینجا گریدینگ یا شیب بندی این بکیار طوری هستش که آبها هدایت میشن به این قسمتی که قرار داره و از اونجا نفوذ میکنن به این قسمت اون خاکی که اون زیر هستش اینجوری ما به جای که این آب رو هدایت کنیم به اون کربی که در قسمت سمت راست تصویر میبینیم و کچ بیسیم و نهایتا لوله لترال کچ بیسیم به جای اون داریم آب رو نفوذ میدیم به داخل زمین خب این در واقع رین گاردن هستش یه گاردنیه یه باقیه که اونجا ایجاد کردیم و با آب باران داره تغذیه میشه و توضیحاتش هم اینجا خدمتون هستش. یه لندسکیپ فیچره که میتونه بخشی از چمن ما رو بگیره و این کار رو انجام بده. و همونطوری که گفتم شلو دیپریشن و لوس دیپ سویل میتونه کمک کنه به ابزورب کردن استرون وادر به مدل اینفیلتریشن متریالی که برای ساختن این رینگاردن وجود داره اگر شما تصمیم بگیرین همچین چیز رو اجرا بکنین، این اسلاید میتونه کمک بکنه که متوجه بشیم که همینطوری که میبینین در لایه زیر ما سند داریم شن داریم بعدش یه لایه کامپست داریم اون لایه سیاه رنگی که ملاحظه میفرمایین روی اونم هم یه لایه نازکی از مالچ داریم و بعد روی اون هم یه مقداری سنگ های بزرگتر تزینی و گلوگی های مرتبط تزینی داریم و بعد هم ملاحظه می که شیب از طرفین به سمت قسمت میانیه و آب باران هدایت میشه به این قسمت وسط اینجا گاردن ماست و آب نفوذ میکنه به داخل زمین از اون در واقع لایه مالش رد میشه از لایه کامپوس رد میشه و میره به لایه سندی که اون زیرتر هست و نهایتاً وارد زمین میشه اگر هم آب باران بیشتر از حدی باشه که پیش بینی میکردیم و همه آب نتونه نفوذ بکنه همینطور که ملاحظه این فرمایین تا یه لول مشخصی آب بارون میتونه روی سطح این رینگاردن باقی بمونه و طبیعتا به تدریج که بارندگی کم میشه و بعد قطع میشه این آب هم به داخل زمین نفوذ خواهد کرد بنابراین متریالی که ما برای ساختن رین گاردن لازم داریم مالچ هست سند و کامپوست میکس هست و سمال پیسز آف راک و طبیعتا native پلانتس این هم در مورد رین گاردن به عنوان یکی از روش های LID یا لو ایمپکت development روش دیگر بایوسویل هستش که این هم خیلی معروفه و به قول خود اون اسبر کرده تو خیلی پروژه ها میگن ما داریم بایوسویل اجرا میکنیم خب بایوسویل چی هستش؟ این در واقع یک کاناله که پوشش گیاهی داره و کمک میکنه که این انجام بشه. این در واقع سیکشن یا مقطع اون کاناله. من یادآوری میکنم که تمام روش های LID یا Low Impact Development دارن یک کار رو یه هدف رو دنبال میکنن. همه این روش ها برای این هستش که میزان اینفیلتریشن افزایش پیدا بکنه. بنابراین در همه این روش ها داریم کاری میکنیم که آب رو به داخل زمین نفوذ بدیم در بایوسویل داستان به این شکله که باز دوباره یه جوی یا نهر یا کانال رو در نظر بگیریم پوشش گیاهی داره همون قسمت های سبزرنگی سبز که ملاحظه میفرمایین بعد در قسمت میانی خاکی داریم که یه لایه خاکی داریم که پرمیبل هست یا نفوذپذیر هست در واقع درصد میزان سندش زیاده بعد یه فیلتر فبریک مثل جیو تکستایل داریم که اون خاک رو نظر نفوذ کنه به لایه پایینتر و پایینترش ترش داریم سنگ های درشتری داریم و در قسمت اون لایه گراول هم یه لوله سوراخدار داریم پرفوریتد پایپ داریم که بدنه لوله سوراخ داره آبی که از اون سوئل یا نهر یا جویچه به زمین نفوذ میکنه توسط خاک جذب میشه اما اگر که به هر دلیل یه بخشی از آب جذب نشد و رفت پایینتر و پایینتر وارد اون لایه گرول میشه و از اونجا وارد اون لوله سوراختار میشه و اون لوله این آب رو هدایت میکنه به پایین دست و بعد روی سطح این بایوسویل هم شما میبینین که لول آب با فریکونسی های مختلف نشون داده شده یعنی علاوه بر نفوس پذیری آب میتونه در این سویل یا جویچه هم مثل هر کانال دیگری جریان پیدا بکنه تا یه الیویشن معینی و در سمت راستون بالا هم ملاحظه می‌فرمایید که یه فری در نظر گرفته شده که آب تا لبه بالای این کانال نیاد این در واقع آیدیای بایوسوئل هستش خب بایوسوئل همونطوری که گفتم کمک میکنه که اینفیلتریشن بهتر انجام بشه این تصویر ملاحظه بفرمایید ما اینجا میتونستیم مثلا یه لوله بخوابونیم و آب هدایت کنیم ولی همونطور که میبینین در کنار این پارکینگ لات اون جویچه با اون سنگهایی که میبینیم و اون پشت سرش هم به صورت چوب میشه گفتش که صد یا کنترل به ارتفاع بسیار کوتاه درست کردن آب رو نمیذاره یک بار جریان پیدا بکنه و بره پایین دست آب رو مرتب سعی میکنه استاب بکنه که اپورچونیتی برای نفوذپذیری یا اینفیلتریشن رو بیشتر ایجاد بکنه همون تصویر رو از پروفایل طولش ببینین که چجوری عمل میکنه اون چوبایی که عرض کردم و بعد پوشش گیاهی اینا کمک میکنن که آب نفوذ کنه به پایین دست و در واقع اینفیلتریشن بیشتر بشه این هم توضیح بیشتری باز در مورد با بایوسویل مورد بعدی الایدی متد اینفیلتریشن ترنش و سوکوی پیت هستش این سوکوی پیت هم توی دیزاین استاندارد مینیستری انوایرومنت مطرح شده و توی بعضی از پروژه ها استفاده میشه خیلی خود حساس الان خدمتتون توضیح میدم ما در واقع میتونیم یه ترنش یه ترانشه داشته باشیم که این کمک کنه به اینفیلتریشن همونطور که در این تصویر ملاحظه میفرمایید ترانشه ما اینجا پوشش گیاهی داره حالا چه به صورت چمن چه به صورت گیاهان دیگه یه قسمت هایی رو هم ببینین که در واقع با قلوه سنگ که توی توری قرار گرفته توی این تصویر دیده میشه این اینجوری عمل میکنه که قسمت قلب سنگ در عمق هم ادامه داره و مثل یه مکعب مستطیل یا استوانه هستش که اجازه میده آب توش ذخیره بشه وقتی که به این شکل باشه ما بهش میگیم سوکوی پیت در این تصویر ملاحظه میفرمایید که آب با یه لوله اومده وارد این مستطیل شده که در واقع مکعب مستطیل یا استوانه هست و چون سایز گراول یا قلوه سنگ ها دروش هست فضاهای خالی یا وید بین اونا نسبتا زیاده و آب میتونه در اون فضاهای خالی ذخیره بشه و بعد به تدریج جذب خاک اطراف و زیر این سوکبه پیت بشه حساسیتش هم به این خاطره که اون جنس خاک اطرافش خیلی مهمه که نفوذ وزیری خوبی به ما بده و سایز این سوکه ای پیت یا خیلی باید بزرگ باشه یا اینکه اون وقت دیزاینمون مم ممکنه به خوبی جواب نده ولی به حال این هم یکی از روش های در واقع الایدی یا لو Impact Development هست مورد دیگه اینفیلتریشن Chambers هست چمبر Chamber هایی که ما ازش استفاده میکنیم برای اینفیلتریشن به این تصویر نگاه بفرمایید در واقع جنس متریال پلاستیک و بیویسی و این چیزا هست به صورت نیم های هستش که به صورت معکوس نصب میشه معمولا این در زیر پارکینگ لات ها خوب عمل میکنه و آبی که وارد اینها میشه هم توی اینها ذخیره میشه در واقع نقش استوریج هم داره که بعدا به ششاره خواهم کرد هم اینکه کمک میکنه که از کف اینها آب به اون لایه گراول بره یه لایه یه فبریک جیوتکستایل هم هست برای کنترل فرسایش رسوب و غیره و بعد از اون لایه گراول هم بره پایین دست به هر ترتیبی که دیزاین کردیم این آب رو از دسترس خارج کنیم به صورت نفوذ پذیری جزیات اجرایش هم که ملاحظه فرمایین چقدر از متریال گراول استفاده میشه برای کردن اینها و معمولا یکی از جاهایی که این پروژه خوب کار میکنه زیر پارکینگ لات های بزرگ مثل ساختمان های تجاری و صنعتی و غیره هستش این در واقع اینفیلتریشن چیمبر هستش و زیرشون همونطوری که ارز کردم باز هستش که اجازه نفوذپذیری بیشتر رو بده مورد بعدی پرمیبل پیومنت هست احتمالا با هممون راجع به نوع آسفالتی که نفوس وزیری بیشتری داره شنیدیم ولی قبل از اینکه من راجع اون نوع آسفالت صحبت بکنم این رو میخوام خدمتون بگم که پرمیبل پیومنت میتونه به شکل اینترلاک باشه خیلی همون ممکنه درایوه خونمون اینترلاک باشه و ممکنه به نوعی باشه که علای درس های اینترلاک آب بتونه به پایین نفوذ کنه در حالی که اگه آسفالت یا بتون می بود تمام آب جریان پیدا می کرد به سمت کرب خیابان در این تصویر باز دوباره لایه های مختلفش رو از دیدگاه دیزاین داریم ببینیم قطعات اینترلاک اونجا هست لابلای اون قطعات هم متریالی مثل شنماسه یا چیزهای دیگه میتونه باشه و بعد هر چی که لایه ها پایین تعمیره سایز دانه بندی درشتر میشه و اجازه میده که آب ذخیره سازی انجام بده و بعد هم رو به پایین حرکت بکنه و اگر هم آب اضافه در اون پایین باقی بمونه دوباره وارد اون لوله سوراخدار میشه و در واقع از محیط تخلیه میشه این آیدی های پرمیبل پیومنت هست به صورت اینترلاک این پرمیبل پیومنت رو در این تصویر میبینید که اینترلاک اجرا شده و در واقع شن دابلای اون پیس های اینترلاک قرار داره و هم سطح زیبایی رو به ما میده هم روش قابل راه رفتن یا ماشین پارک کردن یا هر چیز دیگر. همین که میتونیم ببینیم که آب باران چقدر خوب میتونه این تو نفوذ بکنه این هم یه تصویر دیگری هستش که دوباره اون قطعات اینترلاک رو میبینیم به جای اینکه لابلای اونها شن باشه در واقع چمن باز هم زیبایی به ما داده هم امکان اینفیلتریشن آب باران به کمک این قسمت هایی که پوشش گیاهی هستن انجام میشه باز هم در مورد پرمیبل پیومنت خدمتتون بگم این همون آسفالتیه که صحبتش میکنیم که آسفالتی که ما الان داریم روی سطح خیابان ها و درایوه و غیره میتونه نوع دیگری از آسفالت باشه که نفوذ پذیری بیشتری داره همینطور که در این تصویر ملاحظه میکنین آب زیادی از اون لوله داره میاد بیرون ولی خیلی سریع از روی سطح آسفالت ناپدید میشه اون اطراف رو میبینین حتی یا بخشی از آسفالت کاملا خشکه خب این چجوری کار میکنه؟ در واقع ما میدونیم که آسفالت ترکیبی از بایندر یا قیر هست و بندی مشخصی از گراول و گرانیولر متریال اگر که ما دانه های بسیار ریز گراول رو یا فاین اگریگیت رو حذف بکنیم اون وید هایی که میمونه کمک میکنه به نفوس وزیری. یعنی آیدیا شبیه آیدیا های قبلیه ولی خب متریال این دفعه آسفالت هستش. این هم یک مدل دیگری از پرمیبل پیومنت هستش که نه اینترلاک نه آسفالت این قطعات پلاستیکی هستن و فقط برای اینکه علاوه استراکچر استابیلیتی بدن اینش به این شکل ساخته میشن و روی زمین نصب میشن و داخل این قسمت ها همینطور که در تصویر میبینین میتونه چمن باشه میتونه سنگ و شن و گراول باشه میتونه خاک باشه به هر حال برای ما نفوذپذیری بیشتری ایجاد میکنه این پلاستیک گریز همونطوری که گفتم به خاطر استراکچورال استابیلیتی است همینطوری که ملاحظه میفرمایید این پرمیبل پیومنت شکل های متعددی داره که در پروژه ها قابل استفاده است خب رین واتر آخرین آیتمیه که من راجع به الایدی متد خدمتون دارم صحبت میکنم ما ببینیم چجوری میتونیم رینواتر رو در واقع مورد استفاده قرار بدیم قبل از اینکه رها بشه به داخل زمین این تصویر داره کاملا به ما نشون میده ما میتونیم مثلا آب باران روی روف رو وارد یک مخزنی یه بشکه یا یک مخزنی بکنیم و بعد از خروجی اون مخزن به صورت شیر که در این تصویر میبینیم آب رو وارد یه لوله یا شلنگ بکنیم و اون رو بیاریم برای میتونه برای توالت و اینجور چیزها در ساختمون استفاده بشه میتونه برای آبیاری چمن فرانتیارد و بکیارد استفاده بشه به هر حال اون آب بارون قابل استفاده هست و نهایتا به شکل نفوس پذیری در میاد و در واقع رین هاروستینگ انجام میشه خب الایدی متد خدمتتون گفتم این اسلاید از قبل من تکرار کردم که دوباره یادآوری بکنم که ما گفتیم پست دیولپمنت فلو زیاده چجوری کنترلش بکنیم گفتیم با اول باید انفیلتریشن اضافه بکنیم که الایدی متد مطرح شد و خدمتتون توضیح دادم بعد گفتیم اون پست دیولپمنت فلو در اثر افزایش انفیلتریشن یه خورده کم میشه ولی همون کم شده هم برای پایین دست زیاده بنابراین استورج فسیلیتی لازم داریم تا آب کنترل شده به میزان معینی رو بفرستیم پایین توی چند تا اسلاید بعدی من میخوام خدمتون راجع اون استوریج فسیلیتی صحبت بکنم چند تا اگزمپل استوریج فسیلیتی اینا میتونن باشن که تمپرری استوریج آف وادر آن پارکینگ لات موقتا آب رو روی سطح پارکینگ لات ما ذخیره سازی بکنیم میتونیم اندرگراند استوریج تنک داشته باشیم تنکی که در زیر زمین نصب میشه و آب توش ذخیره میشه به جای تنک میتونیم لوله داشته باشیم یک رشته یا چند تا رشته لوله با سایز بزرگ در این صورت بهش میگیم سوپر پایپ و یا اینکه به صورت استرون وادر منیجمنت پاند باشه همین پاندهایی که ممکنه هممون در گوشه و کنار شهر دیده باشیم من این چند تا اسلاید هم خدمتتون توضیح بدم دیگه تقریبا در انتهای صحبتم هستم خب روی پارکینگ لات این تمپرری استوریج چجوری انجام میشه این تصویر رو مدرزه بفرمایید ما یه ساختمانی داریم جلوش هم یه پارکینگ لاته و جلوی اونم خیابان هست و لوله آب باران شهرداری یا سرم پایپ شهرداری هم زیر این لوله نصب شده یه کشپیسین در نظر گرفتیم وسط این پارکینگ لات حالا این کشپیسین تو پروژه های مختلف میتونه بیشتر از یه دونه باشه من اینجا به صورت سمبولیک یه دونه نشون دادم و اگه بیشتر از یه دونه باشه میتونیم الیویشن سطح این ها رو طوری تنظیم بکنیم و اجاز بکنیم که خودمون دستور بدیم به آب بارون اول فلان گوشه جمع بشه بعد یه گوشه دیگه بعد یه گوشه دیگه و طبیعتا سعی میکنیم آب بارون رو تا میشه دور از اون ساختمون یا بیلدینگ ذخیره سازی بکنیم الان داریم میبینیم که آب باران به خاطر گریدینگی که ما به سمت کش بیسین دادیم همه میان به سطح کش بیسین. از اونجا وارد اون میشن و بعد کش یه لوله خارجی یا لترال داره که این آب رو هدایت میکنه به منیسیپال استورم پایپ خب همینطور که زیر این تصویر نوشتم این آن کنترل ما هیچ کنترلی نمیبینیم آب باران صاف میره تو کش بیسین و میره توی لوله آب شهرداری بس کنترل کجا میره به این تصویر نگاه بفرمایید دوباره همون گریدینگ و همون کش موقعی که آب باران داره از اون لوله کشبیسین یا از اون کشبیسین لترال یا کانکشن خارج میشه به سمت لوله شهرداری ما میتونیم یه دیوایس کنترل توی اون لوله نصب کنیم معمولا از اوریفیس استفاده میشه من به طور خلاصه خدمتتون بگم در واقع کاری که انجام میدیم اینه که مجرای اون لوله رو اونقدر تنگ میکنیم که یه مقدار کمی آب ازش عبور بکنه و اون مقدار کم در واقع مساوی یا کمتر از پری دیولوپمنت فلو هست که قبلا خدمتتون توضیح دادم خب وقتی که مقدار کمی از آب از این عبور بکنه بقیه آب چی میشه طبیعتا بقیه آب پس میزنه که با اون فلش قرمز خدمتتون نشون دادم در سمت راست و میاد وارد کش میشه بعد توی کش بیسین سطح آب میاد بالا و نهایتا اسپیل میکنه یا سرریز میکنه به سطح پارکینگ دار و اون در واقع محدوده رو که نشون دادم به عنوان مثال میتونه محدوده باشه که آب بارون در اونجا جمع شده نکته که در این مورد وجود داره اینه که طبق استاندارد مکسیموم عمق این آب میتونه سی سانتیمتر یا یک فوت باشه ما نمیتونیم آب خیلی زیادی اینجا ذخیره بکنیم چون که این پارکینگ لاته و باید برای وسایت نقلیه و خودروهایی که میان و اینجا میخوان پارک کنن همچنان قابل استفاده باشه نکته دیگری که در این مورد میتونم خدمتتون بگم و مهم هست اینه که اون دیوایسی که ما توی خروجی کچ بیسی نصب میکنیم معمولاً اوریفیس هست همونطوری که میبینین توی محدوده پرایویت اریا نصب شده یعنی اون خطی که لبه خیابون رو نشون میده در واقع مرزیه که سمت راستش منیسیپال ساید سمت چپش پرایویت ساید اون اوریفیس تو پرایویت ساید نصب میشه و مسئول آپریشن و مینتننسش پراپرتی اونر هستش نه شهرداری این نکته یه که باید بهش uh, توجه کرد و بعد هم چون جمع شدن آب بارون رو سطح پارکینگ لاد به هر حال یه مقداری به قول معروف اینکانوینینس داره و شرایط خیلی مطبوع و جالبی نیست این فقط در مواردی که واقعا روش های دیگه امکان پذیر نباشه این مد نظر قرار میگیره و نکته آخر در این مورد اینکه شبیه همین آیدیا رو میشه رو روف ساختمان ها هم انجام داد پروژه هستش که استوریج آب بارون روی پشت بوم رو ساختمان انجام میشه ولی آیدیا شبیه همینه و کنترل معمولا روی دانسپات نصب میشه این در مورد استوریج آب بارون روی پارکینگ لاته مدل دیگری که عرض کردم استوریج تنکه که زیر زمین نصب میشه به این تصویر نگاه بفرمایید در واقع ما یه تنکی رو زیر زمین داریم میبینیم بعد یه مقدار آب از روف اون بیلدینگ داره میاد یه مقدار آب از محوطه جلوی بیلدینگ از طریق اون بیسین داره میاد حتی جلوترش اگه ما لند داشته باشیم در اثر اوور آب اضافه به صورت زهاب از کفش خارج بشه همه اینا میتونن بیان تو این مخزنی که این زیر هست جمع بشن و بعد از اون مخزن یه لوله خروجی داریم به طرف municipal storm pipe که اون دیوایس کنترلمون ما یا اوریفیس رو میتونیم روی این لوله خروجی نصب کنیم. این در واقع یه اسکچه که آیدی های underground تنک رو به ما نشون میده این تصویر هم یه underground storage تنک واقعیه در مارکام ساخته شده در قسمت ساوت یونیون و بخشی از یه پروگرامیه که TRCA داره به نام Sustainable Technologies Evaluation Program معروف از به STEP و TRCA هم که Toronto Region Conservation Authority هست که نماینده منیستری Environment هست برای وادرشد لیک اونتریو بسیار بزرگیه و آب زیادی قرار توش جمع بشه و حتی رسوبات رو میتونه کنترل بکنه به حال آیدیای اندرگراند سوریش تنک رو در اسکیل خیلی بزرگ داره به ما میده اطراف رو هم میبینه نسبت به سطح زمین چه عمقی در واقع خاکبرداری شده و بعدا هم روش کاور میشه و دوباره چه سطحی قابل استفاده از اون بالا مدل بعدی استوریج فاسیلیتی استور... سوپر پایپ هستش همونطوری که گفتم استوریج اگه در پایپ باشه ما بهش میگیم سوپر پایپ آیدیاش این هستش این چی رو که من براتون تهیه کردم باز نشون میده مثلا پارکینگ دات جلوی یه بیلدینگ رو میتونیم گریدینگش رو طوری بکنیم که آب وارد یه کش بیسین بشه از اون کش بیسین لترالی که داریم آب رو وارد یه لوله بزرگ میکنه این لوله بزرگ علت این که میگیم سوپر پاک برای اینه که دایامیترش میتونه مثلا از 900 میلی تا 2000 میلی متر باشه حتی پروژه داریم که یه مقدار بیشتر 2000 میلی متر هم ممکنه قطر اون لوله ها باشه اگر حجم آب خیلی زیاد باشه و با قطرهای بزرگ هم جواب نده اون وقت اگه سطح داد اجازه بده ما میتونیم چند رشته از این لوله ها رو کنار هم دیگه نصب کنیم و بعد حجم قابل توجهی از آب رو توش ذخیره بکنیم بعد از خروجی این سوپر پایپ دوباره آبی که میره به سمت لوله شهرداری میتونیم در قسمت پرایویت سایت روش اوریفیس نصب کنیم میزان آب کنترل شده رو بفرستیم پایین دست و بقیه آب پس میزنه به داخل این سوپر پایپ اونجا جمع میشه به تدریج که آب باران کم میشه و قطع میشه این آبا به تدریج تخلیه میشه و این پایپ تقریبا خالی میشه و آماده میشه برای رینفال ایونت بعدی ببخشین در مورد سوپر پایپ این تصویر رو هم ملاحظه بفرمایید دوباره این زیر یه پارکینگ لات چند رشته لوله رو کنار هم میبینیم و شبیه این تصویر رو قبلا هم دیدیم از کف اینها میتونه نفوس وزیری هم انجام بشه در داخل خود اینها هم میتونه حجم آب قابل توجهی ذخیره سازی بشه باز دوباره فیلتر فبریک و جیوتکستایلی که استفاده میشه میبینیم شنوماسی که برای کاور کردنش استفاده میشه میبینیم و قطعات پلاستیکی که این لوله ها رو به هم متصل میکنه که این ها ها رو منهج بکنه که از کجا بیان و به کجا برن در این تصویر دیده میشه خب در مورد پاند هم که کم و بیش هممون آشنایی داریم اگر که پروژهمون در زمینی باشه که به ما اجازه بده که حفاری بکنیم و یه جای لو اسپات یا گودی رو در نظر بگیریم برای ذخیره سازی آب همینطور که در این تصویر میبینید در واقع پاند ایجاد میکنیم اون پروژه های الایدی که خدمتون گفتم و استوریج فسیلیتی هایی که رو سطح پارکینگ دات یا زیر پارکینگ دات هست مثل سوپر پایپ و تنک و اینها عمدتا برای پروژه هایی که در قسمت دانتان ایریا هست که ما لند کم داریم و توی پروژه های سایت پلن به خصوص محدودیت داریم بیشتر اونها استفاده میشه ولی اگه شما یه ساب دیویژن دارین میسازین که در اطراف شهر هست و زمین های زیادی رو در اختیار دارین میتونین یه گوشش رو که الواز الیویشن هست مثل این تصویر اختصاص بدیم به پاند و آب باران رو هدایت کنیم که در داخل اینجا جمع بشه و بعد از یه خروجی که روش اوریفیس داره و کنترل میکنه مقدار فلورو رو پری دیولوپمنت فلو رو بفرستیم پایین دست بقیه آب بارون اینجا جمع بشه در مورد پاند یه نکته که وجود داره ما ممکنه دیتنشن پاند و ریتنشن پاند هر دوشه داشته باشیم در واقع بخش عمده از پان برای ذخیره سازی آب ولی بخش کوچکی که در این تصویر احتمالا شما در قسمت میانی تصویر و اون پایین میبینین ممکنه برای جمعوری رسوب استفاده بشه در زمان کانستراکشن پروژه اگر ببینن که شیب یا جنس خاک یا مقدار بارندگی یا بقیه شرایط طوریه که رسوب زیادی همراه با آب بارون جاری میشه میان یه بخشی از پان رو به اون قسمت کوچکی که ملاحظه میکنین طوری دیزاین میکنن که آب در اونجا با سرعت بسیار بسیار کمی حرکت بکنه و امکان سدیمنتیشن یا رسوب بزاری طبق قانون استاکس فراهم بشه بعد آبی که نسبتا کلیر شده از روی سرریزی وارد قسمت بعدی میشه که به عنوان ذخیره سازی انجام بشه وقتی هم که کانستراکشن تموم شد اون قسمت کوچک به قسمت بزرگ وصل میشه و همش میشه یه پاند بزرگ اینجوری ریتنشن پاند و دیتنشن پاند همش تبدیل میشه به یه دونه ویت پاند یا پاندی که برای زخیر سازی آب استفاده میشه نکته دیگری که در مورد پاند خدمت شما باید بگم اینه که رسوب زدایی پاند تخلیه پاند از رسوبات و بعدم پوشش گیاهی زیادی که در اطراف اون رشد میکنه و بعد اونها رو برید و تمیز و کوتاه نگه داشت و پان رو مینتین کرد همیشه برای شهرداری ها جز کارهای مهم و هزینه بره و یه مقداری برایشون هده ای که کار ساده ای نیست ولی هر سال باید این کار رو انجام بدن پاکسازی پاند ها رو انجام بدن در عمل خیلی اوقات پیش میاد که هر دو سه سال یه بار این کار انجام میشه و هر سال نمیشه برای همینه که شما خیلی از موقع که پیاده روی میکنید که اطرافش پر از نی و گیاهان دیگه و اینجور چیزهاست و اون شکل اوریجینال اولیهش رو خیلی نمیتونیم ببینیم این هم در مورد پاند خب حالا که این روش ها رو خدمتون توضیح دادم پرایوریتی ها یا اولویت ها چی هست چه ملاحظاتی رو باید در نظر بگیریم که بهترین روش رو برای پروژمون انتخاب بکنیم طبیعتا همه اساتید میدونین که مذرد <applause> میخوام یکی از بررسی ها کاست انالیسیسه باید کاست کانستراکشن رو در نظر بگیریم کاست مینتننس بعدی رو به عنوان مثال در مورد پاند گفتم در نظر بگیریم کاست لند اکویزیشن شما وقتی که روی سطح پارکینگ داد ذخیره سازی میکنین یا زیر پارکینگ داد مخزن یا سوپر نصب میکنین لندی که مال پارکینگ داد بوده استفاده کنید لند جدیدی رو اضافه نکنید به پروژه ولی وقتی یه پاند میسازین یه بخشی از لند رو که میتونست خونه سازی بشه حالا رفته زیر پاند بنابراین اونم کاز دارید. اینها همه رو باید در نظر بگیریم و ببینیم در مقابل این هزینه ها چه مزیتی به ما میده و بعد روش مناسب رو انتخاب بکنیم نکته دیگر بحث های زیست محیطی هستش Ministry of Environment and Climate Change MOE اسم جدیدش تو این چند سال گذشته شده MOECC اینها به قول معروف بالا سر بحث های هستن منیستر دو تا نماینده داره دو تا کانزرویشن آتوریتی به عنوان نماینده اینا در اریای جی تی دارن کار میکنن یکیشون هست تی آر سی ای تورانتو ریژن کانزرویشن آتوریتی اون یکی از ال سی ای یا لیک سیمکو ریژن کانزرویشن آتوریتی اینا برای خودشون قوانین و ریکوارمنت هایی دارن که اون دیولوپر وقتی که میخواد پرمیت بگیره از شهرداری و ساختموناشو بسازه باید از این کانزرویشن آتوریتی ها اول اپرووال داشته باشه برای بحث استروم وادر منجمنت و این کانزرویشن آتوریتی ها و منیستری در واقع کار اصلیشون این هستش که از آلودگی آب و خاک و هوا جلوگیری بکنن کنترل بکنن و در قدم بعدی هم در واقع از بین ببرن و الیمینیت بکنن بحث های دیگه زیست یکیش مسکیتو یا حشرات هست ما میدونیم که در اونتاریو حشرات و پشه در تابستون یکی از معضلات ما هستش به خاطر اینکه ما استندینگ وادر زیاد داریم ویتپان زیاد داریم <تصفح> مذارت میخوام زخیره های آب بارون زیاد داریم و اینها همشون باعث میشن که حشرات لاروشون رشد بکنه و زیاد بشن و یه پرابلم بشن علاوه بر اون فرسایش خاک یه بحث زیسمویتی مهم منابع رو به میبره بعد بحث سیفتی اطراف پانده های بحث مهم اینها همه باید نظر گرفته بشه و بر اساس این ملاحظات روش مناسب یا استورج فسیلیتی یا الایدی متد برای پروژه انتخاب بشه و خدمتتون بگم که الایدی متد الان به قول معروف هات تاپیک اف دی دی هست تو بازارش خیلی داغه و تو پروژه ها دیزاینر ها مهندس ها خیلی به این الایدی متود توجه میکنن من همیشه به شاگردام میگم که اگه یه جاب اینترویو رفتین یادتون باشه حتما به این اشاره بکنین این هم در واقع در مورد پرایورتی ها بود و در مورد کوالیتی یا پولوشن کنترل در مورد استرم وادر این واقعا بحث یه پریزنتیشن جداگانه است. اگر که سعادتی داشته باشم در آینده میتونم یه پریزنتیشن هم در این مورد خدمتون ارائه بدم ولی بحثش مفصله و کار دو دقیقه و پندقه که الان خدمتون بگم نیست فقط هایلایت مطالبی رو که در یه همچین پریزنتیشن میشه مطرح کرد من اینجا خدمتون آوردم مثلا ببینین که آب بارون با نمکی که روی جاده ها میریزیم ارتباط داره هیت ایمپکت داره که وقتی که به رودخانه ها و دریاچه ها این آب سرازی میشه که با cold water زندگی میکنن تحت اون هیت تحت تاثیر قرار می گیرن لیکیجی که از وسایل نقلیه و خودروها داریم دیترژنت هایی که استفاده میشه سمومی که در بخش کشاورزی استفاده میشه کودهای شیمیایی کلور و مواردی که در استخرها و خونه ها استفاده میشه آشغال اینا همه مواردی هستن که رو کوالیتی استرمادر اثر میذارن که ارز کردم این واقعا استرمادر را به سپریت پریزنتیشن در مورد کانکلوژن یا نتیجه گیری خدمت شما بگم که ما نیاز داریم به اینکه که استروم والر منیجمنت رو عمل در بیاریم به اجرا در بیاریم به دلیل اینکه ما میخوایم بحث فلاد یا سیل رو واقعا مینیموم بکنیم حتی اگه بشه الیمینیت بکنیم از بین ببریم میخوایم زندگی مردم <coughs> ببخشیم و هلت مردم رو پروتکت بکنیم میخوایم انوایرومنت رو پروتکت بکنیم میخوایم فرسایش رو مینیموم بکنیم و یا حتی از بین ببریم و اینکه میخوایم خسارت به عراضی و منازل مردم و بقیه استراکچرها و اینا رو مینیموم بکنیم و از بین ببریم و نهایتا میخوایم قانون رو اجرا بکنیم قوانینی وجود دارن که به ما میگن که استروم وادر منیجمنت بخشی از نیازهای پروژه شماست ما به شما پرمیت نمیدیم به عنوان شهرداری مگر اینکه شما تکلیف استروم واتر منیجمنت رو روشن کرده باشید. برای این رعایت قوانین هم از جمله بقیه مواردی که به عنوان هدف های استروم منیجمنت میاد من برای کانکلوزر هم یه اسلاید دیگه هم دارم به نظر خودم مهمترینه و اون این این کچولو داره به ما میگه که فراموش نکنین بحث سستینابیلیتی توی استروم منیجمنت ما هر کاری که می کنیم از جمله استرون والر برای حفظ منابع هست چون این منابع رو نسل‌های آینده هم لازم دارن ما باید توسعه پایدار داشته باشیم منابع آب و خاک و غیره حفظ بشن چون نسل‌های بعدی به اونها احتیاج دارن این در واقع من, من بوده این هم منابعی هستش که ازشون استفاده کردم همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید خیلی من تلاش کردم و به جاهای زیادی مراجعه کردم ولی عمدش از وبسایت تی آر سی هستش که شما و یلق من بودین مراجعه بکنین اطلاعات زیادی به دست میارین و نهایتا از شما تشکر میکنم و این پایان صحبت من هست ببخشین که وقتتون رو خیلی گرفتم